بسیار میپرسند، بارها هم من جواب دادم. کتاب خیانت به امید، درس تجربه، توانایی ناتوانی و بسیار مصاحبه ها، در همه اینها توضیح دادم. با این حال میپرسند، این است که کوتاه جواب میدم. در 25 خرداد به مخفیگاه رفتم. چرا؟ این که چرا به مخفیگاه رفتم و دنبال آن، برای شما شنوندگان عزیز من دانسته نمی شود مگر اینکه بدانید یک سازش پنهانی بر سر گروگانها با ریگان و بوش انجام گرفته بود. بدون اینکه این را بدانید و بدون اینکه بدانید انگلیس ها جنگ را در سود خود می دانستند و می خواستند ادامه بیابد و اسرائیل واسطه و دلال خرید اسلحه برای ملا تاریا بود، نمی توانید بفهمید چرا کودتا شد، چرا من به مخفیگاه رفتم. به مخفیگاه رفتم برای اینکه کودتا شد و آقای محمدی گیلانی قاضی شرع گفت بنی صدر محکوم است به 7 بار اعدام. حالا بعضی جدیدن نگوشتن 3 بار. پس علت کودتا چی بود؟ این بود که میخواستن استبداد رو بازسازی کنن، به جای شاه مطلق الانان ولایت مطلقه فقیه برقرار کنند و بکنند آنچه که رژیم پهلوی می کرد و 100 بار بیشتر که در مشغولند. در همون زمان که من به مخفیگاه رفتم، ببینید چه کسانی رو اینها توقیف کردند. از همکاران من شهید نواب صفوی رو توقیف کردند، حسین نواب صفوی رو. به چه جور؟ به این جور که مشاور من بود، به این جور که در چند سرمقاله به اشاره، گاهی هم به تصریح، زد و بند سران حزب جمهوری اسلامی رو با امریکایی ها باز گفته بود. صدرالحفاظی رو اعدام کردن. چرا؟ به خاطر اینکه یک گزارش 100 صفحه‌ای درباره همین سازش های پنهانی به من به عنوان رئیس جمهور داده بود. ذوالفقاری رو شهید کردن. چرا؟ به دلیل اینکه اون کودتای نوژه را کشف کرد، یعنی دستندارکاران کودتای نوژه را کشف کرد و بسیاری دیگر. چرا؟ برای اینکه به مقاومت ایستادن. به همه اونها درود. حالا چرا مهاجرت کردیم؟ بدین خاطر که به این نتیجه رسیدیم در جلسه شور، اون هم در شرایط مخفی، که موندن در ایران، حالا ولو هم خطر اعدام نباشد، می شود قاتل و باطل شدن. و چون این استبداد از راه زد و بند با قدرت خارجی و محور کردن امریکا در سیاست داخلی و خارجی انجام گرفته بود، صحنه اصلی مبارزه کجا بود؟ بیرون ایران. این است که به محض ورود به پاریس گفتم برای افشای روابط پنهانی ریگانیزم و خمینیزم به اینجا آمدم. چرا با آقای رجوی آمدم؟ در طول مدتی که از ورود ما به ایران تا زمان کودتا، سخن من با آقای خمینی این بود که شما میگویید مرجع تقلید هستید، مقام اول دینی هستید، آخه از این قرآن این روش ابتلا رو بیاموزید و بهش عمل کنید. نیازی به خشونت، اعدام، کشتار نیست، نیاز به ابتلاست، آزمایشه. بگذارید اینها، این نیروها، این گروه ها بیان در صحنه جامعه آزمایش بدن، معلوم شه اینا کیان و واقعا اینها برده و بنده قدرت هن یا راست میگویند و جانبه حق و حقوق مردم رو دارن. و او چون میخواست بساط استبداد به گسترد، روش قرآنی رو رها کرد و روش استبدادیان رو شیوه کرد، یعنی گرفتن و اعدام کردن. آخرم شد اون کشتار زندانیان در سال 67. به آقای رجوی در مخفیگاه گفتم که من به آقای خمینی 100% اعتماد داشتم، به شما 100% بی اعتمادم، بنابراین با شما وارد یک ابتلا می شویم. اگر وفا کردی به عهد، به عهد با استقلال، با آزادی، با عدم هژمونی، این تا سه تا اصل اون میثاق بود که او امضا کرد. یک نیروی هستی، بدیلی هستی در کنار دیگران، به کار ایران می آیی.
اگر وفا نکردی در ابتلا دستت رو می شود، شرت از سر ایران کم می شود. خب این خدمت بزرگ به ایران انجام گرفت بدون کمتری خشونت. ابتلا انجام شد، نتیجهش هم این است که همه مردم شما می بینید. خب من گفته بودم که به هنگام ورود برای افشای ارتباط ارگانیک میان خمینیز و ریگانیزم آمدم. خب 40 سال به این کار مشغولم، غیر کارهای بسیار دیگر که اگر در ایران میماندیم بر فرض زندگی یکی از آنها شدنی نبود. یک مدت طولانی از عمر صرف تحقیق و تحریر 10 جلد کتاب، بسا 11 جلد که جلد آخر بنویسم میشود 12 جلد، در باب دموکراسی، 3 جلد در باب سیاست امریکا در ایران، خیانت به امید، درس تجربه 2 جلد. و اینا همه کارهایی نیست که من کردم، کارهای بسیاری در قلمرو بازیافت اسلام به مساوی بیان استقلال آزادی نیز انجام دادم. حالا مصاحبه ها، مقاله ها، وضعیت سنجی ها و گزارش های مستند در باب همین اکتبر سورپرایز، ایران گیت، اینا ها هم که از اندازه بیرون. بنابراین نتیجه کار این است که امروز افکار عمومی دنیا، منظور مردم ایران، امریکاییان، اروپاییان، می دانند که این سازش پنهانی انجام گرفته است و می دانند به انقلاب ایران خیانت شده است. این مهمترین بخش و دلیل آمدن من به خارج بود. ادامه انقلاب ایران تا انقلاب سوم به سرنوشت 2 انقلاب اول و دوم گرفتار نشود، تجربه در نیمه رها نشود. بسیاری از ایرانیان میدانند و بسیاری از غیر ایرانیان میدانند اصول راهنمای انقلاب ایران کدام ها بودند و اون چه آقای خمینی و دستیاران او کرده اند خیانت به اون اصول بوده است. و امروز قانون اساسی بر پایه اصول 5 گانه یکی دیگر از کارهای این مدت است و حاصل عمر که با همکاری کسانی که بر خط استقلال آزادی ایستاده اند به نوشته در آمده و حال و آینده رو برای مردم ایران و بسا مردم جهان، چون پیشنهادیست به همه جهان، روشن میکند. گمان من این است که کارنامه جمع ما موفق است و اینکه اینها توانستند الگویی بشوند به معنای جمعی که در اون جمع رو رابطه ها رو زور و قدرت تنظیم نمی کند، حقوق تنظیم می کند. جامعه ایرانی بخواهد از وضعیتی که در آن از خارج بشود نیازمند این الگوست، برای اینکه این جامعه هم می باید که رابطه ها رو میان خود با حقوق تنظیم کند. شاد و پیروز باشد.